سلام خدمت شما هموطنان عزیز و بالخصوص عزیزانی که ما را از طریق کانال ایتیپ افغانستان بیتو تماشا میکنند امشب بنابر درخواست بسیاری عزیزا که از طریق واتساپ و ایمو و تلگرام به ما مسیج ماندن و دلیل ای که شبکات اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام مدت یک ساعت یا کمتر از یک ساعت شد که از دسترس کاربران خارج شد و ما خواستم در این باره کمی تحقیق کنم و چیزی که یافتم و چیزی که معلومات کسب کردم را خدمت شما عزیزان بناش برسونم پس ویدیو را لایک کنید دوست تا بعد دسترس عموم عموم همتانوی ما قرار بگیره شبکه های شمایی فیسبوک و اینستاگرام از دو شبکه محبوب و پر کاربرد شبکات اجتماعی است که که میلیون ها و میلیارد ها کاربر داره مدت یک سال شد که از دسترس همه خارج شده و فعلا کسی نمیتونه که تا لحظه که من دارم ویدی را زبط میکنم، کسی نمیتونه که داخل فیسبوک شوه و خواستم دلیلی که چرا فیسبوک و اینستاگرام از جمله دو بزرگترین کمپانی های که در عرصه صفحات مجازی دست بالا دارند و از جمله زیر مجموعه های میتا که مالکان مارک زاکربرگ است که یک بار دیگر هم مشکل اینچنی را به خود دیده بود و چرا این بار هم از دسترس کاربران خارج شد در این ویدیو ما خلاصه میخوایم که چند دلیلی که فیسبوک و اینستاگرام از دسترس خارج شد به شما شریک سازم دلیل اول فیسبوک و اینستاگرام و جمله شبکه های مجازی که تحت مدیریت یا تحت عامل مارک زاکربرگ هستند یک سلسله قوانین رو به شبکات مجازی اضافه نمودن از جمله فیسبوک و انستاگرام که تحریم های را علیه کشور روسیه انجام داده بودن بنابر مشکلات یا جنگ که در اوکراین جاری است و بعضی ها به باورند که یک نوع سیستوم ویروسی که تازه که مدت 24 ساعت قبل در فیسبوک سیستم فیسبوک ایجاد شده بود ای توسط روسیه ایجاد کردیده توسط اکرهای روسیه ای ایجاد شده و خواهان هستند که تا شبکات اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام از پا بند بیاندازن بعضی های نظره را رد میکنند میگند که فیسبوک یک شرکت است که بسیار عظیم است جمله اینستاگرام از جمله شبکه های بسیار بزرگ هستند و بعضا این مشکلات یا اتفاقات احتمالی است شاید یک چیز عادی باشه و کسایی که از ما پرسیدن چی وقتی اپلیکیشن باز میشه و چی وقتی پس در دسترس کاربران قرار میگیره ما راجی به این باره باید به شما معلومات بتم که ما از گوگل از یک سایت معتبر این موضوع را آگاه شد ما خواستم با شما شریک سازم داخل فیسبوک یک نوع ویروس ویروسی که بسیار خطرناک است و صفحات کاربرا را حق میکنه ایجاد گردیده و تا به حال میلیون ها صفحه کاربرا حق شد متاسفانه من از جمله کسانی بودم که یک کانال یک صفحه فیسبوک داشتم که با 15000 مخاطب از دادم توسط اکرهای بسیار خطرناک که به سیستم به مانند ویروس وصل میشوند و تمام اکانت هایی که در فیسبوک وصل است صفحاتی که در فیسبوک وصل است او را میکنند یک بسیار سیستم بسیار خطرناک است یک ویروسی است که توسط بعضی ها میگن که پاکستانی ها ایجاد کردیده یا ایندی ها و بعضی ها به این بارند که از طرف کشور روسیه ایجاد کردیده از هم خاطر فیسبوک از مدت ها پیش به گفته نشه که ما تحقیق کردیم و خواندیم از او مدت ها پیش ازی ویروس آگاهی داشت و دنبال یک راهکار بود تا کاربران خود از این شهر یا از مشکل رها سازد و یک دنبال یک رای حل بود وقتی فیسبوک دید این شاخه یا این ویروس بیشتر و بیشتر در حال بیشتر و بیشتر شدن است پس تصمیم گرفت سیستم خود یک بار ریبوت یا رستارت یا بازنشانی نماید تا این ویروس که است نشانه گیری شو و رهیابی شو و از بین برده شو و دوباره فیسبوک و اینستاگرام به منوال سابق تنظیم شود و خدمت کاربران ارائه گردد پس دیگه عاملی نیست دوست عزیز به تشویش نباشید یا فیسبوک برای همیشه یا اینستاگرام برای همیشه از دسترس خارج نیست فقط شاید سه ساعت یا کمتر از سه ساعت یا بیشتر از سه ساعت زمان ببره تا فیسبوک ویروسی که داخل سیستم گردیده پاک و دوباره خدمت شما قرار بدهد تشکر از توجهی البته نگفته نباید گذاشت ویدیو را لایک کنید به اشتراک بگذارید و دوستایی که از این موضوع واقف نیستن را آگاه سازید